بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما قرار داریم از طریق پروگرام تلیکاست یا آموزش از راه دور، به امیدی که درس ها برای شما عزیزان مفید تمام شود، میریم به طرف درس دیگه از ریاضی صنف نهم به ادامه درس های قبلی. و بازم هم تمرین فصل اول است، اما این بار سوال ها را در شکل تطبیق میکنیم. که دوستای عزیز، من شما براتون گفتم که ارزش قضیه های را که آدم میخواند اندسه در یک قضیه، آدم یک چیز میخواند، ثبوت قضیه درست است که ارزش داره، ذهن آدم انکشاف میده، ولی چیزی که مهم است همون نقطه آخرش، یعنی همون قضیه که ثبوت میکنه، همون جمعهش یاد آدم بینه. مثلا ما شما دو تا قضیه را ثبوت کردیم، یکیشی بود که اندازه زاوی محیطی نصف قوس مقابل است، یا اندازه زاوی محیطی نصف زاوی مرکزی است، یا اندازه زاوی مماسی نصف زاوی مرکزی یا نصف قوس مقابلش است. اینی بسیار مهم است. این چرا مهم است؟ که در سوال باز برای ما تو نمیده یک شکل میده، میگه در این شکل ثبوت کنین، اکس پیدا کنین، وای پیدا کنین. اینه فهمیدین که قضیه ثبوت کردنش برای انکشاف ذهنی خوب است، یعنی دیگه کسی مخالف نیست، کتاب تناورده گفت بسیار خوب است، لکن از مهمترش است که اونمو قضیه نتیجه آخریش در حافظه آدم بانه، که باز از او در کجا در حل سوال استفاده کنه. مثلا چطور؟ اینال شما دیگه در اینجا دقت کنین دوستای عزیز که بفهمین. خب دیگه درستان چی از دوستای عزیز؟ صفحه 26 است دیگه، عنوان درس صفحه 26 تمرین است، تمرین فصل اول، فصل اول. اینی عنوان درستان است و در این کل شکل است. در این کل چی از دوستای عزیز؟ شکل است که در این شکل ها شما باید حل کنید. خب حالا در این شکل شما سعی کنیم دوستای عزیز که یک دایره فرض کنیم، یک دایره است. حالا تصور کنیم چیزا رو برای آسانی کار زود براتون رسم میکنیم، اگر نه خب باید با دایره کش بکشیم چون وقت کم است، وقت ما ضایع میشه دیگه، اصل گپ ما میمونه. خب اینا در اینجا ببینیم دوستای عزیز که یک زاویه رو براتون داده به این شکل، به این شکل نام از یه است دوستای عزیز، اینی زاویه است. چی خود باشم این زاویه؟ زاویه محیطی سرمی A B و C، اینم یک زاویه محیطی است، در اصلی میره براتون داده. خب اینا ره دوستای عزیز، زاویه محیطی باست، زاویه مرکزیش هم براتون میتر باشین که چی قوس دیگه داده، یک خط دیگه هم است A B C D. این خط هم وصل شده، از مرکزی عبور نکرده، یا مثلا مرکزی دایره اطمان است اتر. خب ایو این تا خط دیگه هم داره. این دوستای عزیز چی است؟ سی دیس نه چی رو داره در اینجا؟ در اینجا فکر میکنم که اشتباه در رسم است دوستای عزیز، باشین که یعنی دقیق تر رسم شد. خب ببینید دوستای عزیز، اینجا رو مرکز میگیریم. خب یک زال ایش درست پیشتر که رسم کردیم، ایش درست دیگهش اینی زاوی مرکزی دارش، اینی زاوی مرکزی است X، اینی X، متوجه شدین دوستای عزیز؟ و سیام که همراه دی وصل نمیشن، ایش دیگه اشتباه باشین اثر رسم کنیم، باشین که درست تر به. خب ایو میاریم این رقم به این ترتیب، اول امی نقطه دیس و یا نقطه سی یا مرکز این اول واسه میکنیم، این اول باز رسم تکمیل میکنیم از ریزی. خب یکیش در اینجا بله، اینجا و دیگهش اکس، این دوستاش سهش دوستای عزیز رسم ما تکمیل شد، ای دیگهش بی و دیگهش هم سی، بی و سی،
سینیر دو سای عزیز اکس گرفته خود طبعا نیام نامالم خب اما چی را داده؟ از یه توی در داده نوت نه؟ و ای دیگه شم داده از یه تا اینجا را یک صد افتاد یک صد افتاد متوجه هستین؟ اینا را دیگه شما گفته دو سای عزیز زیر پیدا کنی خب آسان نیست دو سای عزیز گپ جنجالیست اما بازم اگه یکس هست اینی هم دو سای عزیز یکس هست چرا؟ زاویه های مقابل براس هست خواه یعنی این زاویه که اکس هست قوس مقابلش هم اکس مه نامعلوم هست یا هم قوس مقابلش اکس این حالا دیگه حل میشه دور و دور 360 درجه چند درجه؟ 360 خب اول در دور دور دو دانه اکس شامل است این دو دانه اکس جمع دیگه چی شامل است؟ 90 شامل است و 70 90 و 70 که جمع کنیم چند میشه دوست عزیز ها؟ ببینیم که این 0 9 و 16 0 9 و 16 سال بده که 1 و 1 2 مثل که 260 میشه یعنی 2x امروی 260 جمع شده مکمل میشه کل دایره که مکمل شده 360 درجه میشه چقدر دوست عزیز؟ 360 این همی 360 میشه خب این همه 2x از اینجا مساوی میشه 360 خودش 260 اون طرف که بریم تفریق میشه نمیشه تفریق میشه 2x مساوی میشه این همه 360 از 260 که کم کنیم چند میمونه دوست عزیز؟ 100 خیلی خود اکس چقدر خواهد شد اطراف تقسیم دو میکنیم این امره ازی خلاص از اینجا دو سای عزیز اکس مسیح میشه 50 درجه این اکس پیدا کردیم دو سای عزیز این 50 درجه است چقدر است؟ 50 درجه اگر این 50 درجه است قوس مقابلش هم 50 است یا 50 درجه است و ایناله اگر اینی زاویه رو بخواهیم پیدا کنیم این خوب میشه زاویه مرکزی این زاویه چی میشه؟ مرکزی پس اینی زاویه که در مقابل عین قوس قرار گرفتن زاویه محیطی است اینی چرا راستش مرکز محیط دایره است و دو زاویش دو تا وتر دایره اینی نصف قوس مقابل یا نصف زاویه مرکزی میشه این 25 درجه میشه دوستای ان شاء الله که دوستای ما این مسئله را هم گرفتن یک کمکور جنجالی بود و با مشکل حل شد انشالله که یادتان باقی میمونه خب حالا بیاییم یک دانی دیگه شه حل کنیم خدا کنه که دیگه کمک ذهنتان انکشاف کنه آسان هم نیست دیگه آسان نیست باید تشخیص بده آدم زاویه محیطی کدام است زاویه مرکزی کدام است و زاویه مرکزی با قوس مقابل چی رابطه داره که مساوی هست زاویه محیطی نصف زاویه مرکزی است این رابطه هاشو باید بفهمند اما یک دانی دیگه شه ببینیم دوست عزیز حل میکنیم که فراموشتان نشه خب اگر یک دایره باشه یک شکل دیگر را تحلیل میکنیم این یک دایره و یا می یک دانه چارزولی در مابین دایره به این شکل نامش سی دی ای و یا بی اینی زاویه را براتان داده 50 درجه اما سعی کنیم اما کدام زاویه رو داده 50 درجه؟ باباشه این از یه اینجا 50 درجه داده خب این رو داده چی رو خواسته؟ اینی زاویه رو خواسته که چقدر است و بالاخره مقابلش بازی قوس خواسته که چقدر است پس این دگر اما خیلی چی در این گیردار به اصلا داده شده دیگه که باید ما پیدا کنیم حالا باید دیگه پیدا کنیم دیگه خب اینی زاویه که 50 درجه داده شده این کدام زاویه باشه در نظرتان دوست عزیز سعی کنین یک راستش بالای محیط دایره یک زلش یک وتر دایره دیگر زلش دیگر وتر دایره همین زاویه محیطی نیست همین زاویه چی است محیطی خیر ببینی اینا زاویه محیطی که در مقابل قوس قرار میگیره اینی قوس که اینی زاویه مرکزیش میشه این زاویه چیش چرا دو زلش دو تا شعای دایره است و راستش هم مرکز دایره است راستش هم چی است؟ اینی مرکز دایره است خب اینی زاویه محیطی اینی زاویه مرکزیش
خیعی که 50 درجه است، زاوی مرکزی دو چند زاوی محیطی است، پس چند درجه است؟ 100 درجه. و این زاوی مرکزی در مقابل چی قرار گرفته؟ این قوس. زاوی مرکزی با قوس مقابل چند درجه؟ اما چی رابطه داره؟ مساوی است، یا 100 درجه. هم وای پیدا کردیم 100 درجه و هم اکس دو سه عزیز پیدا کردیم چند درجه؟ 100 درجه. یک بار دیگر اثر همیده دقت کنیم دو سه عزیز که بفهمیم. این زاویه را براتون داد، این زاویه را کدام زاویه هستی؟ این زاویه که راستش بالای محیط دایره، دو زلش دو تا وتر دایره، این زاویه چی هست؟ محیطی. چند درجه داده؟ 50 درجه. خب همی زاویه محیطی در مقابل خود این توی قوس جدا کرده دایره یا نی؟ بله. این همی قوس را که جدا کرده، اگر این را به مرکز دایره ما شما وصل کنیم، زاوی که پیدا میشه زاوی محیطی است. زاوی چی است؟ محیطی است. از طرف دیگه ما تو خواندیم که زاوی محیطی نصف زاوی مرکزی است. نصف زاوی چیست؟ مرکزی است. خب اگر زاوی محیطی 50 درجه است، خیلی زاوی مرکزی چند درجه است؟ 100 درجه. از طرف دیگه خواندیم که زاوی مرکزی و قوس مقابل با هم مساوی است. با هم چیست؟ مساوی است. پس اگر این زاویه مرکزی 100 درجه است، این قوس مقابلش هم دوست عزیز چند درجه است؟ 100 درجه است. دیگه به این ترتیب فکر میکنم که دوستای ما این را یاد گرفتن که اگر بر ما شکلها را بده با همین چیزهایی که در اساس هندسه گفتم خواندیم، همین قضایا را که گفتم خود قضیه خود است فهمیدنش، این کشاف میتر زینه، لیکن چیزی که مهم است نتیجه نهاییش که زاوی مرکزی چیست؟ با زاوی محیطی چی رابطه داره؟ زاوی مرکزی با قوس مقابل چی رابطه داره؟ یا فرض کنیم زاوی مماسی با زاوی با قوس مقابل چی رابطه داره؟ این چیزایی است که در یاد ما بالا. چرا یاد ما بالا؟ که در حل سوالا که به شکل اینطور یک شکل برای ما میتن، فقط یک اکس و وای میگه و بس، ما اونمو رو باید پیدا کنیم. اون رو از کجا پیدا میکنیم؟ اونمویی که نتیجه قضایا در یاد ما بانه. یک دلیل دارم دوستای عزیز ببینیم که در اینجا اگر وقت باقی مون کیرم براتون حل کنیم، ولی متاسفانه دوستای عزیز ما وقت نمیمونه. اگر که یک سوال دیگر رو کار کنیم وقت زیاد رو میگیره. پس بیاییم به صورت کل از همین فصل یک نتیجه گیری میکنیم که امون نتیجه گیری ها در یاد ما باشه. وقتی که در یاد ما بود، باز حل کردن در شکل اگر بر ما بوده هیچ کدام مشکل پیش نمیاد دوستای عزیز. خب او چی بود دوستای عزیز؟ یک زاویه داشتیم به نام زاویه محیطی. او چی رقم زاویه بود؟ زاویه بود که راسش بالای محیط دایره بود و دو زلش دو تا وتر دایره بود. خب دو وتر دایره که رسم شود طبعا از دایره یک قوس جدا میکنه. یک قوس چی میکنه؟ جدا میکنه. اینا به همین زاویه محیطی با قوس مقابل خود چی رابطه داره؟ رابطه چی هست که زاویه محیطی نصف قوس مقابل است؟ از روی از این ما میتونیم در شکلها بسیار سوال ها را چی کنیم؟ حل کنیم. گپ دیگه چی بود دوست عزیز؟ زاویه مرکزی بود. زاویه مرکزی کدام زاویه بود؟ زاویه بود که راسش مرکز دایره بود، دو زلش دو تا شعای دایره بود. چی رابطه داشت با قوس مقابل؟ با قوس مقابل این رابطه رو داشت که زاویه مرکزی با قوس مقابل مساوی بود. با قوس مقابل چی بود؟ مساوی. دوست عزیز دیگه زاویه، زاویه مماسی بود. او چی رقم زاویه بود؟ که راسش در بالای محیط دایره بود، یک زلش وتر دایره بود، یک زلش با دایره مماس بود. این با قوس مقابل چی رابطه داشت؟ زاویه مماسی نصف قوس مقابل خود بود. به این ترتیب دوستای عزیز فکر میکنم که انشاءالله دیگه گپای اساسی را فهمیدین. حالا بیاین براتون وظیفه بدیم که صفحه 26 را سعی کنین. صفحه 26 تمرین فصل اوله. تمرین فصل اول شکلهای باقی مانده را کار کنین. شکلهایی که در این صفحه دیده میشه، در این صفحه وجود دارد
x و y آن را پیدا کنید. x و y آن را به دست دارید. x و y همون مجهول است. آن اون مجهول زاویه بود یا قوس بود و دیگه هر چی که خواسته شده بود. این همیار دوستای عزیز به دست بیارید. تشکر از توجهتان. تا ساعتی دیگه که در خدمتان قرار بگیریم، شما را به خداوند یکتایی به همتا مسپاریم.